السلام عليك يا سيدي ومولاي يا ابا عبد الله. سلام به شهر مقدس کربلا، خوش اومدید به هشتگ سوژه، خوش اومدید، با ما همراه باشید. ۱۳۷۸ سال پیش جابر بن عبدالله انصاری به همراه عطیه کوفی از مدینه و کاروان اهل بیت علیهم السلام پس از تحمل مصیبت‌های فراوان از شهر شام رهسپار شهر مقدس کربلا بودند تا اولی زیارت اربعین حضرت سید الشهدا علیه السلام را 40 روز پس از شهادتشان اقامه کنند و در سوگ سید و سالار شهیدان عزاداری نمایند. از آن پس شیعیان و محبان حضرت سید الشهدا علیه السلام سال به سال این زیارت مقدس را به تأسی از اهل بیت پیامبر و سفارش ائمه علیهم السلام به پا داشتند، زیارتی که جابر صحابی رسول خدا صلی الله علیه و آله و عطیه آن فقیه والا مقام پایه‌گذار آن بودند. سوژه امشب ما درباره ابعاد مختلف شخصیت جناب جابر و عطیه هست و از شما می‌پرسیم از جابر و عطیه اولین زائران مشایع اربعین چه می‌دانید؟ من رضا ربیعی هستم و تلویزیون امام حسین علیه السلام این فرصت رو در اختیار شما قرار میده تا با برنامه هشتگ سوژه تماس بگیرید و نظرتون رو راجع به سوژه امشب با سایر بیننده ها در میون بگذارید. شماره تماس رو براتون مرور میکنم: 20964-770-309-6135. از طریق خط تلفن، واتساپ و تلگرام میتونید با ما در ارتباط باشید. بینندگانی که از ایران ما رو دنبال میکنن علاوه بر این شماره میتونن از طریق سامانه پیامگیر ما به شماره 5011-4070 با ما در ارتباط باشن. شناسه ما در اینستاگرام هست @سوژه. اگر به هر دلیلی نمیتونید تماس بگیرید، کافیه پیام بفرستید تا همکاران من در اتاق فرمان با شما تماس بگیرن. از پرهای سوخته و خیمه های خاکستر شده 40 شب می گذرد. 40 شب است که مرثیه ها من را در کوچه های داغ تکرار می کنیم. 40 شب است که بر نیزه شدن آفتاب را بر سر شانه های آسمان می گریم. از کربلا تا شام، از شام تا کربلا، حکایت سرهایی است که شمشیرها را به خاک افکندند. شب اربعین است و پرندگان بر شاخه های درختان روزه می خوانند. ابرها فشرده فراقی عظیم پهنه زمین را می بارند. پاییز تابستان را به زمین می ریزد و سر و روی جهان را به زردی می نشاند. شاید زمین پاییزش را از یاد ببرد، اما زخم عمیق عاشورا را هرگز. و امشب این سیل خروشان متشکل از عاشقان و شیفتگان حضرت سید الشهدا علیه السلام است که برای زیارت قبر شریفش سر از پا نمی شناسد. و همان گونه که اولین زائران اربعین حسینی یعنی جابر و عطیه پس از تحمل رنج و سختی سفر به زیارت قبر مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام آمدند و گرد قبر مطهر ایشان گشتند، این سیل خروشان نیز بر حائر حرم مطهر حسینی موج می زند.
واقعا جای شما خالی است. بینندگانی که از اقصا نقاط جهان این تصاویر رو به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس کربلا میبینید، شب جمعه و شب اربعین حسینی، شب زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام، شبی که پیامبران، انبیای الهی، ائمه، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در شهر مقدس کربلا حضور دارند، جای تمام شما خالی است در شهر مقدس کربلا. کسانی که قسمت نشد امسال اربعین اینجا باشن، حتما ما نائب الزیاره و دعاگوی شما در شهر مقدس کربلا هستیم و امیدواریم و آرزو میکنیم و دعای ما این هست که انشاءالله به زودی به شهر مقدس کربلا مشرف بشید. روز 20 صفر، روز اربعین حسینی، روزی است که جابر بن عبدالله انصاری، یار پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، خود را از مدینه به کربلا رساند و موفق به زیارت قبر حضرت سید الشهدا علیه السلام شد و به همراه عطیه کوفی اولین زیارت اربعین حسینی را رقم زد. جابر از اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بود و 5 امام از اهل بیت ایشان را درک کرد و از علما و مفسران قرآن و ناقلان حدیث به شمار می رفت و در محبت و مودت نسبت به امیر المؤمنین علی علیه السلام و فرزندان ایشان شهره بود. جابر ابن عبدالله انصاری، اول زائر اربعین حسینی، ایشون به همراه جناب عطیه اولین کسانی بودند که به شهر مقدس کربلا مشرف شدند. تنها 40 روز پس از شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام. سوژه امشب ما در مورد ابعاد مختلف شخصیت و زندگی این دو بزرگوار هست و می‌خوایم در مورد این دو بزرگوار بیشتر بدونیم. از هر جای دنیا که هستید تماس بگیرید اگر تحقیقاتی داشتید در این مورد، اگر این دو شخصیت بزرگوار رو میشناسید و در مورد این دو بزرگوار مطالعاتی داشتید تماس بگیرید و با سایر بیننده ها این اطلاعات رو در میون بگذارید تا شناختمون نسبت به اصحاب اهل بیت پیامبر خدا، اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، انشاءالله بالاتر بره. جابر از کسانی بود که روایات فراوانی را از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نقل فرمود، تا جایی که ایشان را حافظ سنت نبوی لقب دادند. عذرخواهی میکنم. جابر علاوه بر روایاتی که از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده، روایات فراوانی را نیز از اهل بیت ایشان نقل فرموده بود. جابر همچنین در مسجد نبوی حلقه درس داشتند و حدیث املا می فرمودند و شماری از تابعین احادیث و روایاتی رو که ایشان املا می فرمودند رو می نگاشتند و از ایشون علم می آموختند و احادیث ایشون رو می نوشتند. انشاءالله به زودی قسمت و روزی شما هم بشه، مخصوصا در اربعین حسینی مشرف بشید به شهر مقدس کربلا و اینجا گرداگرد حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام زائر باشید. متشکرم. محبت جابر نسبت به امیر المؤمنین علی علیه السلام معروف و مشهور است، تا جایی که نقل شده ایشان از کوچه های مدینه می گذشتند و در مجالس شرکت می کردند و به مردم نصیحت می کردند که فرزندان خودشون رو با دوستی علی علیه السلام تربیت کنند و می فرمودند که جناب جابر می گفتند که آن کس که علی علیه السلام را بهترین خلق خدای متعال نداند ناسپاسی کرده است. جناب جابر چنین شخصیتی داشتند و این گونه مدافع ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و مبلغ قدیر بودند و ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو منتشر می کردند در مناطق مختلفی که حضور داشتند در سفرهای ایشون. ماجرای ملاقات جابر بن عبدالله با امام باقر علیه السلام نیز از دیگر خصوصیات و ویژگی‌های جناب جابر هست. جناب جابر عمری طولانی داشتند، بنا به
دعایی که پیامبر بنا به فرموده پیامبر صلی الله علیه و آله که به ایشون فرمودند تو چنان عمر میکنی که فرزندی از ذریه من و همنام من را ملاقات میکنی، او شکافنده علم است، پس سلام مرا به او برسان. جابر بن عبدالله عمری طولانی داشتند تا جایی که امام باقر علیه السلام رو نیز ملاقات کردند و سلام پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رو به جناب به حضرت امام محمد باقر علیه السلام رساندند، جناب جابر بن عبدالله انصاری که بنا به روایتی از امام صادق علیه السلام از آخرین اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بودند و که عمری طولانی داشتند تا جایی که امام باقر علیه السلام رو نیز ملاقات کردند. از دیگر سفارش های پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به جناب جابر ابن عبدالله انصاری زیارت مرقد امام حسین علیه السلام در سرزمین مقدس کربلا بود. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به جابر فرمود ای جابر، قبر حسین علیه السلام را زیارت کن. در حقیقت قبر حسین ابن علی علیه السلام گلزاری از گلزارهای بهشت است و زمین کربلا زمین بهشت به شمار می رود. از این رو بود که جناب جابر پس از شهادت امام حسین علیه السلام هر طوری که بود با تحمل سختی ها و مشقت های فراوان خودش رو به شهر مقدس کربلا رسوند و اول زائر اربعین حسینی شد. در مورد شخصیت جناب جابر و جناب عطیه هر گونه مطالعاتی اگر دارید میتونید تماس بگیرید و اطلاعات خودتون رو با سایر بیننده ها در میون بگذارید. امشب بخوایم در مورد این دو شخصیت بزرگوار بیشتر بدونیم. بله، اتاق فرمان هم اشاره میکنند که تماس های فراوانی داریم ولی به دلیل جمعیت میلیونی و حضور خیلی عظیم عاشقان حضرت سید الشهدا علیه السلام در شهر مقدس کربلا این تماس ها وصل نمیشه. امیدوارم بیشتر تلاش کنید انشاءالله که این تماس ها وصل بشه و نظرتون رو بشنویم. جابر به سفارش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله عمل کرد و در موقعیتی دشوار اولین زائر اربعین حسینی شد، در شرایط سختی که بنی امیه پیش آورده بودند و پس از خطبه های کوبنده و روشنگری های امام سجاد علیه السلام و زینبین سلام الله علیهما همگان رو بنی امیه منع کرده بودند از زیارت امام حسین علیه السلام، حتی از نزدیک شدن به شهر مقدس کربلا، همونطوری که بنی عباس و دیگر حکومت‌های ظلم و جور هم در ادامه تاریخ این کار رو انجام دادند و منع کرده بودند از زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام. اما با این حال جناب جابر ابن عبدالله انصاری به همراه عطیه کوفی خودشون رو به شهر مقدس کربلا رسوندند. جریان اولین زیارت اربعین را جناب عطیه شاگرد بزرگوار جابر بن عبدالله انصاری نقل میکنند. این داستانی که ما از اولین زیارت کربلا به ما رسیده، این جریان رو جناب عطیه شاگرد جابر بن عبدالله انصاری نقل میکنند. در مورد ایشون بیشتر خواهیم دانست انشاءالله در طول برنامه. عطیت ابن سعد از تابعین و شیعیان و محبان حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در دوران حکومت ایشان در کوفه به دنیا آمد. از ایشان به عنوان مفسر، محدث و فقیه شیعی یاد کردند و کتابی در تفسیر قرآن نیز دارند جناب عطیه. محبت ایشان نسبت به امیرالمؤمنین علی علیه السلام و خودداری از ناسزاگویی نسبت به ایشان و بیان مکرر فضائل حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام از جانب وی باعث شد در زمان حجاج مورد شکنجه های شدیدی واقع بشه. حجاج که از ظالمان و سفاکان و خونریزان
در طول تاریخ هست، کسی که نسبت به امیرالمومنین علی علیه السلام بغض و کینه داشت، نسبت به اهل بیت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بغض و کینه داشت و از هیچ ظلمی در حق شیعیان و محبان امیرالمومنین علیه السلام دریغ نمی کرد و کوتاهی نمی کرد و انواع و اقسام ظلم و جورها رو نسبت به اونها روا می داشت و اونها رو شکنجه می کرد و می کشت. جناب عطیه کسی بود که به دست مأموران حجاج بسیار شکنجه شد. در منابع روایی آمده است نام عطیه از کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام که در مورد او گفته بود گرفته شده است. روزی سعد نزد حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام آمد و بعد از خبر دادن از ولادت فرزندش از ایشان از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام تقاضا کرد که نامی بر او بگذارد. حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام آن نوزاد را در آغوش گرفتند و فرمودند هذا عطیت الله، این نوزاد عطا و موهبتی الهی هست و از این رو نام این نوزاد رو عطیه گذاشتن، شخصیت بزرگواری که بعدها جزء مفسران قرآن و راویان روایت‌های ائمه علیهم السلام شد. عطیه کسی است که از مفسران قرآن کریم و راویان احادیث اهل بیت علیهم السلام به شمار می رود و افتخار مصاحبت با چندین امام از حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام تا حضرت امام محمد باقر علیه السلام را داشته است. جناب عطیه که در زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام در زمان حکومت ایشان در کوفه به دنیا آمدند، در شهر کوفه هم به دنیا آمدند، افتخار مصاحبت با امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حسنین علیهم السلام، امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام، امام سجاد و امام باقر علیهم السلام رو داشتند و از این بزرگواران احادیثی رو نقل می‌فرمودند. بله، اتاق فرمان اشاره می‌کنند که مجدداً عذرخواهی کنیم از کسانی که تماس می‌گیرند و به علت ازدحام جمعیت، به علت حضور این خیلی میلیونی در شهر مقدس کربلا این تماس‌ها وصل نمی‌شه. خب طبیعی هست به خاطر این ازدحام جمعیت مشکلاتی پیش بیاد در تماس ها و سخت بشه تماس گرفتن. سرعت اینترنت هم ظاهرا پایین هست و از اون جهت هم بازم عذرخواهی میکنم از تمام بینندگانی که در حال تلاش هستند که تماس بگیرن با برنامه و نظرشون رو بیان کنن در مورد سوژه امشب. زبان گویای ولایت علوی عطیه باعث شده بود که در اواخر عمرش حجاج قصد جان او را نماید و پس از چند سال آوارگی عاقبت در شیراز به دست مأموران حجاج گرفتار شود و شکنجه ها و ضرب تازیانه ها و کنده شدن تک تک موهای سفید ریشش را تحمل کند. جناب عطیه کسی بود که به خاطر ظلم ها و ستم های فراوان حجاج همواره از شهری به شهر دیگر در حال سفر بود، مجبور بود از شهری به شهر دیگه دائما سفر کنه. البته در این سفرها هیچگاه لب فرو نمی بست و همواره زبانش وقف نشر ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود، وقف نشر فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود و اهل بیت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و علیهم السلام رو به همگان معرفی میکرد و فرهنگ حقیقی اسلام رو سعی داشت که منتشر کنه در اقصانقاط جهان و شهرها و کشورهای مختلفی که بین اونها در حال سفر بود و از سپاهیان حجاج و نیروهای حجاج در حال فرار بود و چون این شرایطی در شهر شیراز مأموران حجاج جناب عطیه رو دستگیر میکنن و ایشون رو مورد شکنجه قرار میدن. پیرمرد 80 و چند ساله‌ای که ضربهای تازیانه رو اونجا تحمل کرد و موهای صورت مبارکشون رو یکی یکی قطع کردن، کندند، چنین شکنجه هایی رو تحمل کردن جناب عطیه.
اما چون این شخصیتی با کهولت سنی که داشت هیچگاه از نقل فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام و اهل بیت پیامبر دست بردار نبود. سلام میکنم با آقای نظری که از اصفهان با ما هستند. سلام میکنم به خدمت آقای معصوم. آقای نظری سلام میکنم به شما. سلام بر شما، متشکرم. بفرمایید، از جابر و عطیه اولین زائران مشایع اربعین حسینی چه میدانید؟ سلام علیکم. خواهش میکنم صدای تلویزیونتون رو ببندید و صدای من رو از گوشی بشنوید. بفرمایید میشنویم نظرتون رو. بفرمایید. بله، تماس رو از دست دادیم، انشاءالله مجددا سعی کنید و تماس بگیرید تا نظر شما رو هم بشنویم. تفسیر پنج جلدی قرآن کریم و نقل حدیث غدیر و نقل خطبه فدکیه حضرت زهرا از جمله فعالیت‌های درخشان جناب عطیه کوفی است و شرح و نقل اولین زیارت اربعین حسینی یادگار جاویدان این شخصیت بزرگوار به شمار می‌رود. جناب عطیه اول زائر اربعین و نقل کننده جریان اولین زیارت اربعین و اولین مشایعه اربعین تنها 40 روز پس از شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام. زیارت اربعین حسینی از همان اولین اربعین حضرتش زیارتی معمولی و عادی نبود و جابر و عطیه با این زیارت خود پایه‌گذار شکستن ظلم ظالمان و طاغوتیان بودند. از این رو و با پیوند مقدس و مخلصانه‌ای که نام امام حسین علیه السلام با زائران اولین اربعینشون صورت گرفت، بعد از این پیوند مقدس به اونها رنگ و بوی حسینی داد و نام اونها رو در تاریخ جاودانه کرد، نام عطیه و جابر. همانطوری که امروز این زیارت مقدس و این خیلی میلیونی که شاهد حضور اونها در شهر مقدس کربلا و خیابانهای منتهی به شهر مقدس کربلا و خیابانها و کوچه ها و برزنهای منتهی به حرم مطهر حضرت سید الشهدا هستیم که این زیارت مقدس و این خیلی عظیم جمعیت پدکیست بر سر حکومتهای ستمگر، پدکیست که بر سر حکومتهای ظالم فرود میاد و زائران حضرتش چنان رنگ و بوی حسینی به خود میگیرند که دیگر در برابر ظلم و ستم سر فرود نخواهند آورد. از این رو بود که رژیم صفاک بنی امیه برای پیشگیری و سرکوب انقلاب‌های مردمی و برای پیشگیری از این انقلاب‌ها، برای جلوگیری از بروز چنین انقلاب‌های مردمی که بر اثر روشنگری‌های امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در طول مسیر از شهر مقدس کربلا تا شام رخ داد، برای جلوگیری از انقلاب‌های احتمالی نیروهای اطلاعاتی و نظامی یزید ورود و خروج افراد رو تحت کنترل قرار میدادند و هر کسی اجازه نداشت به سادگی به شهر مقدس کربلا بیاد و زیارت کنه امام حسین علیه السلام رو. در بسیاری از مناطق حتی حکومت نظامی برقرار شده بود برای اینکه کسی نتونه خارج بشه از شهر و دیار خودش و به زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام بیاد. اما در چنین شرایطی میبینیم که جناب جابر ابن عبدالله انصاری و جناب عطیه کوفی به زیارت امام حسین علیه السلام میان. تماس تلفنی داریم. آقای جوادی با ما هستن. از کجا؟ از آلمان تماس میگیرن. آقای جوادی سلام میکنم به شما، بفرمایید. آقای جوادی صدای من رو میشنوید؟ سلام میکنم به شما.
علیکم السلام، ممنونم از تماستون. بفرمایید، میشنویم از جناب جابر و جناب عطیه، اولین زائران اربعین حسینی، چه میدانید؟ تماس رو از دست دادیم، انشاءالله که مجددا بست بشه و نظر این بیننده رو هم بشنویم. در چنین جو توأم با خفقانی، جابر به همراه عطیه از مدینه به زیارت قبر مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام مشرف میشن و عطیه این زیارت رو، شرح این زیارت رو و شرح این سفر رو بیان میکنه. جناب عطیه نقل میکنن: چون به سرزمین کربلا رسیدیم، جابر از من خواست که مشتی از خاک بردارم و به او بدم. جابر خاک رو بو کرد به دنبال گم شده خودش، به دنبال قبر مطهر امام شهیدش، و به راه خود ادامه دادیم. هر چند قدمی که برمی داشتیم مشتی از خاک برمی داشتم و به جناب جابر می دادم و ایشون بو می کرد و به مسیر ادامه می دادیم. انشاءالله این روایت رو کامل کنیم. بعد از این تماس آقای محمد حسین با ما هستن از خراسان جنوبی. سلام میکنم به شما. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا الفضل العباس. سلام میکنم آج آقا به شما و به همه زوار اربعین حسینی و برای جامعندگانی. حتما دعا کنید جای شما خالیست. بفرمایید، از جناب جابر و عطیه، اولین زائران اربعین حسینی، چه میدانید؟ هر جا نامی از اربعین به زیارت اربعین برده میشه، نام جابر و عطیه برده میشه. این دو از چهره های درخشان اسلام بودن و یکی از کارهای بزرگی که ناکردن همین بود که پیاده زوار اربعین شدن و نام ما در تاریخ زنده موند و خواهد موند. بدا شما قصد بردی رازی هم ندارم سبردی. تشکر میکنم از شما، ممنونم از تماستون، متشکر که با ما همراه بودید. بله، همونطور که در این تماس هم شنیدید، هر جایی که نامی از اربعین برده میشه، نام نامی جناب جابر بن عبدالله انصاری و جناب عطیه کوفی وجود داره، نام این دو شخصیت بزرگوار هم میاد که نامشون با نام حضرت سید الشهدا علیه السلام و زیارت اربعین ایشون عجین شده. بله، در مورد جریان ورود جناب جابر و عطیه به شهر مقدس کربلا صحبت میکردیم، جایی که جناب جابر و عطیه گفت مشتی از خاک به من بده و به دنبال قبر مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام میگشت، خاک رو میبویید و به مسیر خودش ادامه میداد. همینطور ادامه دادن تا به قبر مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام رسیدن و جناب عطیه نقل میکنند که جابر با پای برهنه به جانب قتلگاه حرکت کرد، در حالی که زبانش به نام و یاد الهی مترنم بود. عطیه کوفی ادامه میدهد: هنگامی که نزدیک قبر مطهر سید الشهدا علیه السلام رسیدیم، جابر به من گفت دستم را روی قبر بگذار. وقتی دستش را بر تربت آرامگاه امام نهادم، به یک بار از اعماق دل آهی کشید و بیهوش شد، لذا بر سر و صورتش آب پاشیدم. چون به هوش آمد، سه بار فریاد برآورد: یا حسین، یا حسین، یا حسین. و تا آخر این جریان زیارت که زیارت خودشون رو ادامه دادند و متوجه شدن به سمت قبر سایر شهدا و اونها رو زیارت کردند و فرمودن ما با در آخر زیارتشون فرمودن ما با شما در آنچه بدان وارد شدید شریک بودیم.
عطیه میگوید از او پرسیدم ما چگونه در جهاد آنها شرکت داریم، در حالی که با امام حسین علیه السلام نبودیم و با اون حضرت به شهادت نرسیدیم و خون ما در این زمین ریخته نشد. و جابر پاسخ میدن به جناب عدیه اینگونه با روایتی از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که از حبیب خود رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که میگفت هر کس قومی را دوست بدارد با آنها محشور می شود و هر کس عمل قومی را دوست بدارد در عمل با آنها شریک است. سوگند به خدایی که محمد را به راستی فرستاد، نیت من همان نیت امام حسین علیه السلام و اصحاب اوست. از این رو جناب جابر می فرمایند که ما شریک بودیم در آنچه که شما بدان وارد شدید، خطاب به شهدای کربلا. عطیه ادامه ماجرا را این گونه بیان می کند که سیاهی کاروانی از سوی شام پدیدار شد. به جابر گفتم اینک سیاهی کاروانی از سوی شام نمودار شده. جابر گفت برو با از این کاروان خبری برای من بیاور. من رفتم و طولی نکشید که باز آمدم و گفتم جابر برخیز و به پیشواز حرم رسول خدا صلی الله علیه و آله بیا. اینک این زین العابدین علیه السلام است که همراه عمه ها و خواهرانش می آید. جابر با سر پای برهنه حرکت کرد و به استقبال کاروانی رفت که خسته مصیبت های فراوان، خسته درد ها و رنج های فراوان، کاروانی که شهر به شهر از کربلا تا شام برده شده بودند. و پس از تحمل اون مصیبت های فراوان در شام به کربلا اومد. کاروانی که هر جا که می رفتن زخم زبان ها و زخم تازیان ها امراه اونها بود. جناب جابر بن عبدالله به استقبال این کاروان رفتن. تماس تلفنی داریم؟ بله، آقای صادق با ما هستن. سلام میکنم به شما آقای صادق. سلام علیکم. سلام بر شما، بفرمایید میشنویم نظرتون رو از جابر و عطیه اولین زائران اربعین حسینی چه میدانید؟ سلام علیکم، خسته نباشید. در امام بزرگ حادثه کربلا و شهادت امام حسین علیه السلام بوده که جابر یک وعده خورده بوده که در خدیره اقامت داشته و در اربعین شهادت امام حسین علیه السلام جابر به همراه عطیه حوفی برای زیارت امام حسین به کربلا رفت و اولش ظاهر آن زمان بود. به این وقتی که به اونجا رسید ناخوش شده بود و در فراق حس کرد و خود را خوشبو ساخت که به سر قبر امام حسین علیه السلام حاضر بشه. در وقتی که به سر قبر آن حضرت رسید جیگوکتو و از سه جمله وقتی که به حشومت سه جمله جمله یا سه را بر زبان آورد و همچنین از حضرت عطیه محمد علیه السلام نقل بسنه به جاهد گفته که تو چندان قوم میکنی که فرزندان زوری من به همراه من را ملاقات میکنی و جابر خیلی مقای بازاری داشته. بله، این در مورد جناب جابر. از جناب عطیه اطلاعاتی اگر دارید میشنویم. جناب عطیه فقط همین اطلاعاتی دارم که با جابر بن انصاری و پیاده روی اربعین چون جابر نابینا بوده کمک به امیار ایشون که ایشون را تا زیارت قبر امام حسین علیه السلام برسونه. تشکر میکنم از تماستون و از نظرتون، ممنون که با ما همراه بودید. خطبه امام سجاد علیه السلام در شهر شام چنان افکار عمومی مردم شام را علیه یزید برانگیخته بود که یزید
ناچار شد با اقداماتی به ظاهر محبت آمیز نسبت به اهل بیت علیهم السلام از خشم مردم بکاهد. لذا دستور داد اموالی را که از ایشان غارت شده بود به آنها برگرداند. اما عکس العمل اهل بیت علیهم السلام در برابر ظاهرسازی های یزید در اذهان مردم شام باقی ماند و آن محیط امن را برای خاندان بنی امیه ناامن ساخت. از این رو یزید مجبور شد کاروان را پس از 7 روز اقامت در شام که از سخت ترین روزهای مصیبتبار بر اهل بیت علیهم السلام به شمار می رفتند به سوی مدینه راهی کنند. اهل بیت علیهم السلام به سفر خود ادامه دادند تا به دوراهی بین کربلا و مدینه رسیدند و از آنجا مسیر سرزمین کربلا را در پیش گرفتند. بعد از تحمل مصیبت‌های فراوان به سمت کربلا آمدند. هرچه کاروان به کربلا نزدیکتر می‌شد، شوق و دلهوره کاروانیان بیشتر می‌شد. هیچ قلم و بیانی نمی‌تواند حال لحظه ورود کاروان به کربلا رو ترسیم کند. در کلمات نمی‌گنجد که با چه حالی وارد کربلا شدند کاروان اهل بیت علیهم السلام. سلام میکنم به آقای عبدالله که از همدان با ما هستن. آقای عبدالرحمن از همدان، سلام میکنم به شما. سلام علیکم. سلام بر شما، بفرمایید میشنویم نظرتون رو از جابر. سال روز عربین شهادت علی عبدالله حسین و یاران محافظش را به شما و عموم مسلمین جهان تسلیت از می نمایم. عرض تعزیت داریم ما به شما. این مصیبت همینجور که مستظر هستید، جابر اولین کسی بود که زمانی که به شهر آذریه رسید با آب فرات غسل کرد و بهترین لباس خودش رو پوشید و عد و عبیر و اینا به سر صورت زد و زمانی که به قدر عبیت بلال حسین رسید با وجود کل زمان از طرف ظلم و زور و افراد بنی امیه حاکم بودن، زیارت قبر ابی عبدالله حسین به این بود که ایشان آمدن تمام شاعر حسینی و تمام حرکاتی که از زمان رسول الله و امیر المؤمنین و امام حسن مجتبی و ابی عبدالله حسین را علیه بنی امیه افشاگری کردند و از اونجایی که خداوند میخواست که امثال جابر بمانند و افشاگری علیه حکومت بنی امیه را به گوش مردم برسانند، اینها دانستند از جانشان مایه بگذارند و به نحو کامل تمام اهداف قیام امام حسین را با اولین حرکتشان در اربعین سال 61 به مردم فهماندن و یعنی پایه‌گذاران اصلی مشایعت کنندگان اربعین حسینی در سال 61 بودن که ما باید از ایشان که با این کار تاریخی و سرنوشت‌سازشان دانستن امروز تشکیل دهنده جمعیت میلیونی که امروز مشاهده میکنیم و میبینیم ازشان برای آنها از خداوند بزرگ طلب مغفرت کنیم و خیلی هم از شما ممنونیم با این برنامه زنده و سرحالتان که خیلی هستن که نسبت به مسئله جابرت و عطیه و اینا اطلاعی ندارن و با اطلاع رسانی کامل شما خیلی ازتان ممنونیم. ما هم تشکر میکنیم از شما و از تمام بینندگان همیشگی برنامه هشتگ سوژه. خدا نگهدار. زمانی که اهل بیت علیهم السلام به کربلا رسیدن، مورد استقبال جابر بن عبدالله انصاری قرار گرفتند که با سر و پای برهنه به سوی ایشان در حرکت بود. وقتی که جابر به امام زین العابدین علیه السلام نزدیک شد، امام به او فرمود آیا تو جابر هستی؟ پاسخ داد آری. امام فرمودند ای جابر، به خدا سوگند اینجا مردان ما کشته شدند، اطفال ما سر بریده شدند، زنان ما اسیر گردیده و خیمه های ما سوزانده شدند.
همونطوری که در منابع تاریخی نقل شده، جابر به همراه کاروان اهل بیت علیهم السلام بر مزار حضرت سید الشهدا علیه السلام بازگشتند و سخت گریستند و ناله و زاری کردند و بر صورت خود سیلی زدند و ناله های جانسوز سر دادند و زنان روستاهای مجاور نیز به آنها پیوستند. حضرت زینب کبرا ام المصائب و حضرت ام کلثوم زینب صغرا سلام الله علیه در میان جمعیت زنان به اقامه عذاب و روزخانی مشغول شدند و گریبان چاک زدند و با صدای حزن‌آلود که دلها را جریحه دار میکرد به شیون و ناله مشغول شدند تا اینکه از حال رفتند. زینب تماس تلفنی داریم، آقای حسین با ما هستن از تهران، سلام بر شما. آقای حسین سلام میکنم به شما. سلام علیکم زیارتتون قبول باشه، بفرمایید میشنویم نظرتون رو از جابر و عطیه اولین زائران اربعین حسینی چه میدونید؟ یا باب الحوائج قبول باشه زیارتتون، بفرمایید نظرتون رو راجع به سوال امشب میپرسن. یا باب الحوائج حسین زهرا ای غریب. آقای حسین صدای منو دارید؟ ای غریب خدا غریب کنی شهادت بزنی بله. خب ظاهرا صدای من رو ندارم، من تشکر میکنم از تماسشون و نائب الزیاره ایشون هستیم انشاءالله در شهر مقدس کربلا به امید روزی که به زودی مشرف شند به شهر مقدس کربلا. و تمام شما بینندگانی که از اقصی نقاط جهان ما رو دنبال میکنید و شاهد برنامه هشتگ سوژه هستید، انشاءالله که به زودی همگی شما مشرف بشید به شهر مقدس کربلا. تا جایی که فرصت داشته باشم من بخشی از پیام‌هایی رو که در جواب سوال برنامه ارسال کردید براتون قرائت میکنم. سری به اینستاگرام میزنیم، جایی که کامنت فرستادم جابر از شیعیان به حق اسلام بود که از زمان پیامبر دستور داشت که بعد از شهادت امام حسین به زیارت قبر ایشان برود، که حضرت رسول فرموده بودند که جابر هر کس قبر پسرم حسین در کربلا را زیارت کند برابر 100 حج است که این بزرگوار نابینا روشن ضمیر به سمت کوفه حرکت می کنند و به همراه عطیه به سمت کربلا عزیمت می نمایند. و این دو بزرگمرد اولین زائران امام حسین علیه السلام بودند که در فرات ابتدا غسل زیارت می کنند، سپس به زیارت قبر مطهر امام حسین علیه السلام می روند و نقش بسزایی در باقی ماندن نهضت عاشورای حسینی بر عهده داشتند. سری به واتساپ می زنیم، جایی که علیرضا از سمنان برای ما پیام فرستادن جابر و عطیه اولین زائران اربعین امام حسین بودند که سنت پیاده روی اربعین را پایه‌گذاری کردند. آقای حسین از کرمانشاه پیام فرستادن عطیه شاگرد جابر و همراه ایشان در زیارت اربعین بود و زیارت اربعین را ایشان از جابر نقل کرده است. کاربر دیگری در واتساپ برای ما پیام فرستادن، حضرت پیامبر به جابر گفته بودند که امام حسین علیه السلام را زیارت کند، به همین خاطر بعد از شهادت امام حسین به کربلا آمد و روز اربعین بر مزار ایشان حاضر شد. عطیه هم در این زیارت جابر را همراهی کرده بودند. کاربر دیگری در واتساپ پیام فرستادن، آیت الله العظمی شیرازی در سخنرانی آخرشون فرمودند که عطیه از علما بود و
خادم جابر نبود. من تا به حال نمیدونستم این رو. خب الحمدلله مطلع شدید. خطایی هست که معمولا جناب عطیه رو از خادمان جابر میدونن، در حالی که ایشون از شاگردان جناب جابر و از علمای والا مقام بودن. خانم مریم از کرج پیام فرستادن در واتساپ، جناب جابر بن عبدالله انصاری از کسانی بودند که عمر طولانی داشتند و حتی امام باقر علیه السلام را دیدند و سلام پیامبر را به ایشان رساندند. کاربر دیگری پیام فرستادند در واتساپ که سلام علیکم. علیکم السلام. جابر و عطیه از شخصیت‌های برجسته اسلام و نزدیکان اهل بیت علیهم السلام بودند که به قافله سیدالشهدا علیه السلام نرسیدند و در اولین فرصتی که برای آنها فراهم شد خود را به سرزمین کربلا رساندند. خبر دیگری در واتساپ پیام دادن، سلام، این رو میدونم که جابر یکی از اصحاب بزرگ زمان پیامبر بودند که در زمان امام حسین علیه السلام هم عمر کردند و اولین زائر حضرت سیدالشهدا بودند که نابینا هم بودند، که علاقه شدیدی به حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام داشتند. کاربر دیگری باز هم در واتساپ پیام دادن، جابر نابینا بود، او و عطیه اولین زائر امام حسین علیه السلام بودند، همزمان با زیارت این دو اهل بیت علیهم السلام را از شام آوردن به کربلا. تشکر میکنم از تمام کسانی که پیام فرستادن، عذرخواهی میکنم از کسانی که فرصت نشد پیامشون رو قرائت کنیم و تمام کسانی که تماسشون وصل نشد. تماس تلفنی داریم. خانم ام البنین با ما هستن از خراسان جنوبی، سلام میکنم به شما. بله تماس قطع شد، انشاءالله مجددا تماس بگیرن. بله شرح اولین زیارت اربعین رو دادیم، اولین زیارتی که در اون جناب جابر بن عبدالله انصاری و عطیه کوفی شرکت داشتن و از کاروان حضرت سیدالشهدا، از کاروان اهل بیت علیهم السلام استقبال کردن و به عزاداری و شیون و گریه و زاری در شهر مقدس کربلا مشغول شدن و اقامه شعائر کردن در اولین اربعین حسینی. آری، این اولین زیارت اربعین حسینی تنها 40 روز پس از شهادت امام حسین علیه السلام بود و در آن کاروان اهل بیت علیهم السلام که از شام حرکت کرده بودند و جابر که از مدینه به کربلا آمده بود شرکت کردند و از آن پس عاشقان و شیفتگان حضرت سیدالشهدا علیه السلام همه ساله با تحمل تمام سختی ها و مشقت ها و شکنجه ها و قطع شدن دست ها و اعدام ها به سمت شهر مقدس کربلا می اومدن. این بود حال عاشقان و زائران حضرت سیدالشهدا علیه السلام در زمان بنی امیه ها و بنی العباس ها. با این حال به زیارت امام حسین علیه السلام اومدن، با این حال اهل بیت تأکید فرمودند بر زیارت حضرت سیدالشهدا علیه السلام و این حال و روز زائران و عاشقان و شیفتگان حضرت سیدالشهدا هست. امروز میبینیم که حدود 30 میلیون زائر از اقصا نقاط جهان به شهر مقدس کربلا میان، جایی که تمام شعارهای حزبی و فرقه‌ای به شعارهای واحد تبدیل میشه و همه ندای لبیک یا حسین سر میدند و برای فرج آقا امام زمان دعا میکنند تحت قبه. تماس تلفنی داریم. خانم محبوبه با ما هستن از تهران، سلام میکنم به شما. سلام، خسته نباشید. سلام بر شما، متشکرم. بفرمایید، میشنویم نظرتون رو. شما همین بینندگان از تعزیت بینیم به شما، بفرمید میشنویم. از توی ارشم به علمان بزرگی بودن که سنی بودن و ایشون اومدن گفتن که حکومت که دلیارت مدرد عریل لن کنن و ایشون این کارو نکردن. شهرکت ضربه شلاق دادن به ایشون که بالاترین گناه که گناه هستش که صد ضربه هست شهر برابر کردن دادن و هیچ ایشون به تراشیدن و از افراد سنی بودن ولی از باوفاترین افراد به دین ما بودن. حالا این که ایشون به ظاهر سنی بودن و عملا که به دیدن این رو دقیقا نمیدیم و دو که دو نفر اولی بودن که در زیارت اربعین آقا امام
تشکر میکنم از شما و از تماستون، ممنون که با ما همراه بودید. البته جناب عطیه از شیعیان و محبان حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام بودند و روایات فراوانی رو از ایشون نقل فرمودند. از مهمترین افتخاراتشون این هست که ولایت امیرالمومنین علیه السلام و فضائل ایشون رو در شهرها و بلاد مختلف منتشر میکردند. ایشون از ناقلان حدیث قدیر هستند و از ناقلان خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها و بله مورد ظلم ها و شکنجه های فراوانی هم قرار گرفتن به خاطر عشقشون به حضرت امیرالمومنین علیه السلام و ارادتشون نسبت به اهل بیت علیهم السلام و عقیده شون و در راه عقیده خود ثابت قدم ماندند. بله آشکار شدن مظلومیت اهل بیت علیهم السلام اونچنان بالا گرفت که خلفای بنی امیه، حاکمان بنی امیه، حاکمان بنی العباس که خلافت رو به سلطنت تبدیل کرده بودن، این عشق به حضرت سید الشهدا علیه السلام رو مخالفتی می دیدن با حکومت خودشون، چرا که این عشق به سید الشهدا علیه السلام و این زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام پایه‌های حکومت‌های ظلم و جور رو متزلزل می‌کرد. در طول تاریخ این گونه بوده و اینطور هست و خواهد ماند. از این رو هم می‌بینیم که تأکید فراوان شده به زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام. من نمی‌دونم چقدر وقت دارم، اتاق فرمان اشاره کنید تایم رو اطلاع بدید به من تا یک جمع‌بندی انجام بدیم. خب خوشا به حال تمام کسانی که مشرف شدن به زیارت اربعین حسینی و دعا میکنیم برای تمام کسانی که امسال قسمتشون نشد انشاءالله سال دیگه حتما مشرف بشن و در این بین از الان از این اربعین تا اربعین دیگر که انشاءالله مشرف خواهند شد به زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام بیان همت کنن و مشرف بشن. زیارت اربعین حسینی کلام حضرت آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی رو قرائت میکنم خدمت شما. زیارت اربعین حسینی یکی از شعائر مهمی است که همه ساله در موسم اربعین در کربلا انجام میشود و مردم از سراسر جهان در آن شرکت میکنند. این جمعیت میلیونی و این مراسم گسترده که از کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی در آن حضور مییابند مقدمه است برای فراهم شدن سعادت بشر در آینده. این کار گامی است در جهت نشر فرهنگ امام حسین و حضرت امیر مؤمنان علیهم السلام به جهانیان. پس سزاوار از هر چه در توان داریم برای برگزاری با شکوه در آن به کار ببندیم. امام حسین علیه السلام با خون خود اسلام را جاودانه کردند و اگر نبود این همه جانفشانی او و یارانش، امروز اسلامی نبود و شعار لا اله الا الله به کلی محو می‌شد. پس می سزد همگی آستین همت بالا زنیم و برای پررنگ‌تر کردن شعیره اربعین حسینی هر کس هر چه در توان دارد به کار برد تا به مدد خدا و به برکت امام حسین علیه السلام این مراسم هر سال با شکوه در از سال قبل اجرا گردد انشاءالله تعالی. کلماتی رو که قرائت کردم خدمتتون بیانات مرجعیت عظیم و شأن شیعه حضرت آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی بود. باز هم خدمت تمام بینندگانی که از اقصی نقاط جهان در حال مشاهده برنامه هشتگ سوژه هستن عرض میکنم که اگر قسمتتون نشد که امسال اربعین اینجا حضور داشته باشید، ما به شما قول میدیم که نائب زیاره و دعاگوی شما هستیم. تمام پرسنل مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام زیر گنبد حضرت سید الشهدا علیه السلام شما رو فراموش نخواهند کرد. و فردا اربعین است، میآید زینبی با قامتی از غم خمیده، 40 روز است حسینش را ندیده، زبان عشق تنها میتواند شرح حالش را بگوید. یا علی مدد، خدا نگهدار.